az versítun. چرا استرس میدی؟ خیلی خوب باشه. بچون باشه. وا، پسرت هم که گفت خدا رو شکر خسارت جونی نداشت. روشن کن ماشین رو. Hoşçakalın. در مهد به خودم گفتم رضوان اگه یه لحظه بری تو بهت بگن بچت مرده حرف مردن رو نزن که مردن حدر نریمون کمر ما رو شکن پس بی خودی به دلم بد نیفتاده بود به دل هیچ کس بد نمیافته اگه شیطون نیاد اونجا جرمون بده خوش به سعادتش که توی همچین روزای عزیزی از دنیا رفت دم دکان آقای نقدلی گفته منادی ازش خواسته آخرین روزشو بخونه واقعا خوش به سعادتش من خوابی ببینم و گوشه‌ای از خیالم راحت بشه باید نقدلی رضایت بده و زن و بچه‌ی تورج پاشم بیان اینجا احمد آقا شما هیچ وقت حرف ناگفته برای من نداشتی واقعا چی شده؟ هرچی که هست مطمئنم یه چشمی داره ما رو نگاه میکنه چشمی که نگاهش غیر از نگاه سید و شهدا نمیتونه باشه با هر دستی که بدی با همون دستم میگیری که شما مقابلم گذاشتی چاره دیگه ای نداشته پس هنوز دلچرکینی نه یعنی بودم اما چی؟ اما حالا سواکم دلم به هم میگه سید و شهدا راضیه از این که جوون تعزیه خونش بالای دار نرفت
البته وسایل این کار رو شما فراهم کرد، واسه همینم روم نمیشه سرم رو بالا کنم و تو چشات نگاه کنم. شرمنده هم از این که رو تو انداختم زمین. از بابای من حقوق میگیری که بشه روزنامه بخونی؟ آره آخرش هم که میگی وقت کم اونه. باشو برو سر کنه. باشو آقا میلا بیا تو چی چاپ کرده؟ میگه یه مرد عراقی نه دو ساله دختر 22 ساله گرفت. بده بابا خوش برو سر کارت. قبرو دل کبابت برو. خدا نکن آقا. ما که 25 سالگی اون گذشت، 8 شم گره 9 مونه. با این حقوقا هم کسی ما زن نمیده که. آمیلا عذرخواهی میکنم آقا. دستتون درد نکنی. خدا نگهدار. سلام ماما. سلام مادر. اینجا چه کار میکنی؟ داشتم میمدم خونه با شما صحبت کنم که اینجا دیدمتون. طوری شده؟ طوری که نه نگران نشین فقط. بله رضوان رضوان همیشگی نیست. با یعنی چی؟ چجوری بگم؟ نمیدونم گیر کار کجاست. شما نمیدونی؟ چه گیری مادر؟ نه بابا چیزی نشده. دیروز تصادف کرده. اینو که دیگه میدونی؟ خب بله تصادف کرده. خب خیلی ها تصادف میکنم مادر. این که چیزی نیست. آره ولی چجوری بگم؟ میلاد با شما صحبتی چیزی نکرده. میلاد چی باید به من میگو؟ نمیدونم دیروز دور به من زنگ زد، هم به گوشیم هم به خونه. من حالم خوش نبود، جواب ندادم. چجوری بگم مامان؟ دختر رضوان خیلی عوض شده. نه مادر چیزی نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده، آب از آب تکون نخورده. فقط دیروز مثل این که یکی از استادای تعزیهشون فوت کرده. نریمان. بله بله آقای نریمان بهم گفتونا. شاید گرفتگیش برای همین باشه. نمیدونم. خب کاری نداری؟ نمیای بریم خونه؟ نه 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 من باید برم هادی از مهد کودک وردارم. شما دست تنهایی؟ میخوای اینا رو کمک کنم بیارم تا در؟ نه دست درد نکنه، خودم میبرم. دست درد نکنه. خب باش. فقط شما اینجوری کیسه کیسه خرید میکنی میاری در خونه من، خدا من خجالت میکشم. حالا دیگه خونه ما و خونه شما داره، داری خرجتو سوا میکنی ها؟ مادر از شما به ما رسیده، ولی آخه درست نیستش که. خودت میدونی رضوان از گوشت و پوست و خون و استخونه من و بابا احمدشه. چیز شده؟ نه 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 گفتیم بابا احمد. راستی به سید احمد سلام برسونیم، بگیم بچه ها رو برای موسیقی تزیه فرستاده بودم، خودم وقت نمی کنم بیام. فرزان رو فرستادم، هواشون داشته باشه. باشه مادر، خداحافظ. خداحافظ. مادر نگران نباشید، طوری نیست. باش یادتون نره اما ها
هاشم بیبیم زینب هم زن بودا. نگیم بنا چشاشون رو بذارن تو باکو گوشاشون رو بیارن پشت چادر تکیه ها. بابا بروی چشم خواهرم. برید عقب‌تر سرصدا نکنید، اجازه بدید بچه‌ها تمرینشون رو بکنن، من در خدمتتونم. بابا بفرمایید عقب، بفرمایید برید دیگه. اما هاشم اقلا شب شد حرفاتون یادتون نره ها. شما درد نکنه خواهرم. آه دروغ. بابا شما تشریف ببرید، اجازه بدید ما تمرینمون رو بکنیم، بعد شب در خدمت همتون هستیم. تشریف بیارید تعزیه رو ببینید. خواهش میکنم بفرمایید. بابا اینقدر سر صدا نکنید، بفرمایید. رمشید از میون مرد ها عید بسیط داره، مثلا خاک بر سر من گردن شکسته که قراره تو اینجا مجلس تعزیه برپا بشه. یکش کنار هست تو سر اصیل میزنیم اگه غلط نکنم اینم ابن زیادشه. اگر من ابن زیاد این مجلسم، پس چرا پشت در خانه یه آن عزیز ملتمس دورت جون شما استاد، منت گذاشتی برای سلامتی پیر غلام در خونه حسین ابن علی استاد فروشی. سلام فرحبشی به مهمانی اون دو دست قدرت جون شما استاد شرمنده نکنید. بفرمایید بفرمایید. فیلم بازی نمی کنیم آقا جون، از دل عزاداری. استاد پسرمه. به به، سلام حضرت استاد، در خدمتتون باشیم. خوشباله شفت کارم میکنه. آبادو من بریم توی دیگه. آبادو یه دیگه دیگه شه جم حشم من موافقان، مفشان گلاب زدیدگان، به نوای ناله تو جهان، همه خوشگتر همه نوه خان، به عزای تو ای شه عرب و عجم، حسین حسین حسین. نمراز قدرت کارزار تو، نمراز جرأت در فرار تو، شده خون تپن همه یار تو. خب آقا مهدی حالا یه سوزناک بخون. چی بخونم؟ حسین کیست؟ آقا یه افشاری بزن شو. کاشانی مرد؟ چرا دست از سرش بر نمیدارید؟ استاد فرحوشی جسارتا شما با محتشم کاشانی هم مشکل داری؟ من گروه بابام بخندم. دور از جون، پس چی؟ فرحوشی گردن چه کسه بود؟ مشکل با محتشم؟ کون چون شعر جاودانو برای آقا سرود؟ کون؟ من مشکلم با شماست!
شما که تو قرن‌های گذشته موندید، من مشکلم با شماست بابا، من مشکلم با هر کجا می نگرم نو. ببخشید خانم، عذرخواهی میکنم، ببخشید من رد شدم، ببخشید. کجا خانم؟ قدغنه؟ ببخشید من دختر شمره. چقدرم حتما نوشه. دست شما درد نکنه خانم، با اجازت. سوی خیمه ی لیلا رویم سلام مادر الهی، قربون دلم من، عزیز دلم، چقدر این لباسا بهش میاد مادر؟ با تبرک هم که شده ماچش کنم. وای مادر، این که خیس کرده چکا کنم؟ من از صبح به خاطر پاینامم چهار گوشه شهر رو چرخیدم، بعدش رفتم دانشگاه، حالیم خیس کشه. خب خودم عوضش میکنم. شما چرا رحمت دور اجوری باش؟ هشم یتیم، خودم عوضش میکنم. نه باباش، بابا گرفتار مادر. جوانان خوشش سرم استاد فرمشی اومده، همون پیر مردی تیزوبوز که اصلا دستشه داره همه رو میزنه. محتشم کاشانی رو قبول نداره. اون شو قبول داره، برو بهش بگی سعدی و حافظم بودن، ولی تو بهترین. اصلا هیچ جرأت داری همچه حرفی بزنی؟ مخصوصا که امروز دیرم کردم یعنی بدبخت. خیلی خوب مادر، من برم اینو عوضش کنم. زحمت کشی نه منده. برو خدا یه لحظه گوش کنی، بعد از نماز مغرب و عشا تشریف بیارید و تعزیه رو نگاه کنید. الان برید خونه هاتون آبروداری کنید. همکارای تحضیح خونه من اینجا، الان که عجب بچه محلوی داره اینا، یه مقدار رعایت کنی. بفرمایید، بعد از نماز مغرب و عشا من در خدمتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهر رو بفرمایید. آقایون، برادرای من بفرمایید. بعد از نماز ایشالله در خدمتونم، تشریف بیارین، تحضیح مال شماست. میفرمید این استاد. ریخته تو کابسه نمه، نمیتونم کجا گمش کردم که نمیتونم پیداش کنم. من هیچ وقت هیچی یادم نمیره دخترم. تو جبهه نبودی هیچ وقت؟ نه خیر استاد، متاسفانه زمانی که جنگ تموم شد من خیلی بچه بودم، سنم خیلی کم بود. خیلی خوب، اینا رو ولش کن. چی داشتم به عرضت میرسوندم؟ فکر میکنم داشتین یه ترانه قدیمی میخوندین. همین. ببخشید استاد، خدا ترسیدم. چیزی شد؟ اینا نو هست؟ این صدا ها صدا های نو هست؟ حسن دوشه؟ غم به دل بیاره؟ یا ریتمی که و شیشه هشت با ساز و دهل؟ این دیدم از شعرشون تو این شب عزا، خاک بر سر من؟ خدا نکنه استاد، حالا من چه عرض کنم؟ من دانشجو تئاتر هستم. خاک بر سر اون تئاتر. بله استاد. یه عده ادا اصول یاد گرفته، فرهنگ رفته، شدن بانی شامورتی بازی برای تعزیه و نمایش‌های سنتی، تا فخری بشه که تکلیف نمایش سنتی ما بشه این. یافتم. دریای بلا خود اوشنو، مگر من نیستم. استاد من دارم سکته میکنم، چی رو یافتین الان؟
ریختی آدم حسابی که هم فرمانده جبهه بوده هم اهل تعزیه که توی ذهنم میبینمش. تو انگار یه سیبی که به اون نصف شده. چی داشتم میگفتم؟ خیلی خب حالا مواظبش باشی که نیفته. جونم بیا برو بغل دایی. میبینم آقای ما خیلی بدجوری تو غم رفته. نه طوری نیست. چرا طوری هست؟ نکنه به خاطر استاد فرح وحشیه؟ کاش رضوان میگفت که میخواد برای دیدن تعزیه ما دعوتش کنه. مگه طوری شده؟ نمیبینی رفتارشو؟ احمد فقط همین نیست ولی الان که نمیتونم صحبت کنم. چرا؟ خب لابد یه دلیلی داره دیگه، حالا به وقتش رایانه. خب همه یه حاضر باشیم مجلس علی اکبر رو میگیریم. صندلی های امام خون و شقیق خون رو هم بیارین، یکمی بجنبیم، وقت زیاد نداریم. بجنبیم، ببخشینا. صابون چهره تو قاب ذهنم که اسمشم ستهادی بود بهم گفت بفهم آتله دادی، یم رفیقت، آکبن تحویل خوده. ایشالله که زبونشو بذاره اون کتکول رزمنده تا یه راست ببرنش پشتر خونه صدام. خب حافظ سعدی رو باید زنده ببینه تو این مملکت گل بول بول. نفست سبز آقا فرح بشی. کدام باد میوزد به سوی کربلا تا من به زندگی خود بگویم الودا، الودا. بهش میگم آب میخوری؟ دیگه قطره قطره، بعد که برسه اون مرگی که حقه. اما من خر کجا و قسمت اینجنین دیر و خونپاره که به جای خود. دشمن در نمی کند برای کشتنم حتی یک درخه. نه وقت خواب است، وقت بیداری. آخه عزیز دل، شجاعت با حماقت فرق میکنه. قیافش مثل یه شیری بود، آدم دلش بخواست. نه خیلی متاسفانه، ولی خیلی حسودیم میشه به شما که جبهه رفتین. خوش به حالتون. خاله بازی بود، میدادم مهم نمیدادم چه برسه توفنگ. کیفی نداشت که. چطور؟ صبر کن، خفه میشه. شرمنده، بفرمی. میگم جناب سروان، این نیرو انتظامی اون وقت به شما مرخصی میداد؟ آره دیگه، تازه مرخصی بدون حقوق هم میگرفتیم. میگم کاکو، شما خیلی دست به یقه شدی با این تفنگوها. این ممکنه پر باشه. حالا اگه خیالتون راحت شد یه چند لحظه توجه داشته باشید، من یه سری نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. فقط کلامتون شکر، حرفتون یادتون نره. وقت شما از نیرو انتظامی داوطلب اعزام شدید برای سپاه که بیا جبهه یا اینکه همجوری؟ حالا هر چی
این چه دخلی داره به موضوع بحث ما؟ آخه جناب سروان قربون اون ستاره های استار شدن، با این چهار تا پی طلبی مثل ما که نمیتونی کنسرت را بندازی. میگم همچین بیخیال تعزیه شو دیگه. محاله، من موقع مرگ پدرم که نسل اندر نسل تعزیه خون بود، قسم خوردم که هر سال ظهر عاشورا تعزیه برپا کنم. تازه تو که آمارتو دارم، تو زندون خوب قسم. ای بابا بدش منمون، مگه اسباب بازیه؟ اما او که سرگرم بازی روزگار بود، کی نام داد بهش و دلش رو بود؟ کی گفته بود از میون مختلات شعر نو بیار؟ کی نوشته بود که زود بیا زود؟ استاد شما واقعا از شلیک گله انقدر ترسیده بودین؟ خدا وکیلی اتفاقات خیلی بدتری هم اون موقع افتاد که اینجا جای نقلش نیست. البته اونا تو دار بودن، شادم ماجرا رو فهمیده بودن و به رو خود شد نیوردن. ببخش من استاد، تقصیر من بود که اسلحه رو چک نکردم بدم دستت. بلکن یکی بده این دست به پای من بزنه، من ترس خوش شده. ما رو باش که میگفتیم شما با همین پاهات بهش 7-8 مرتبه سرد خط تخت کردی و برگشتی، پس جرأت شهادتت کو؟ آخه این استاد فرهوشی ما یکم نازک دله، اما هرچی که هست دلش صافه، نه پی به رخ کشیدن شعراشه نه دنبال شعر گفتن واسه علم و کتلای رنگ و رنگ. برها ایشالله ظهر عاشورا مراسم تعزیه رو برپا میکنیم. حالا جناب سروان، ما رو داخل آدم دونستی و نشوندی ما رو سر یه سفره با تمام روسیاهیم، ولی من 100 سال غلط بکنم که جای امام حسین و یارانش حرف بزنم. آخه من زبده تر از شما نیروی تو واحدم ندارم، بعدش هم شبیه خونیه دیگه، زیاد سخت نگیر. پس حالا اقلا یه آقایی بکن بده یکی از این اشقیا رو ما بخونیم، مثلا چه میدونم شمر زلجوشن بی پدر مادر رو. اینطوری که شما میگین خیلی آدم های عجیبی بودن، مخصوصا آقای ستادی که برام تعریف کردین، که به اون دزده گفته بوده که به خودش و خانوادش یه فرصتی بده که یه زندگی سالم داشته باشن. آقای ستادی بود دیگه؟ بله. ای کاش میشد همین آدمایی که برام تعریف کردین رو از نزدیک ببینم. چی بگم؟ یا سروران دیار عرب، قریشی نژادان هاشم نسب، به سر هر که دارد هوای نبرد، به میدان در آید چو مردان مرد. سید احمد پاشو، ما دیگه وقتی نداریم با مرام. از من بر نمیاد. ای بابا، آقا این نمایش مشتی. از خودتم پرت سیدادی. چطور؟ نمایشونه که با چشم سر تماشاش میکنن. من شمشیرم که بالا میبرم چشم دلم باز میشه. مخ به خاطر همه گناهایی کرده و ناکردم پیش خدای سید و شهدا خجالت میکشم. التماس دعا. وقت تو رو هم گرفتم دخترم، ببخشید. اختیار دارین استاد، من انجام وظیفه میکنم با افتخار. کنار این درخت رو من پیاده کن. اینجا استاد؟ آخه اینجا که منطقه مسکونی نیست استاد، اجازه بدی من میبرمتون در به منزلتون. تا همینجا هم که من آوردی ممنونم ازت. خواهش میکنم، فقط یه چیزی، متاسفانه استاد وقت نشد که من اصلی ترین سوالای پایان‌نامه ازتون بپرسم، چیکار کنم؟ این درختایی که کنار هم دیگه هم بگیری بیای، میرسی به پاتوق بی نفسا.
دور از جونتون قبرستون منظورتونه؟ دور از جون نداره دیگه، آدم اگه نمیره کر میذاره که. توی این قبرستون یه امامزاده است، اونجا میتونی منو پیدا کنی. چشم استاد. میگم که شبا رانندگی کردن خطرناکتره، آدم بی ملازم که زیاده، با احتیاط رانندگی کن دختر. رو چشم استاد، شما نگران نباشی. خداحافظ. در پناه خدا استاد. مراقب باشین تو رو خدا. من خدا نگه دارست. ممنونم. خواهش میکنم. خدا نگاه کن، انگار اینا جا ندارن، همینطور اومدن کندن و پنگ کردن روی این مبلا. میبینی آقا؟ میبینی؟ خداییش خیلی خسته شدن. پسر زلجوشن، با یه چایی قمپلو میزون میشی یا هم کلامی با عیالت؟ خوب سردماغی. خب آره دیگه، از قرار معلوم امشب میخوای ازم حرف بکشی. مگه عیبی داره؟ آره امشب عیب داره، یه امشبه رو میخوام با خودم باشم. باش، هر جور راحتی. شب بخیر. شب بخیر. هم تو میدونی هم من، که این استاد فرعوشی بیچاره دلش از لاستیک های تاکسی منم صافتره. پس دیگه رضوان برای چی بعد اون نگاهی سنگین رو به من مینداخت؟ یعنی فرعوشی به دختر تو گفته که این شمر زلجوشن، یعنی احمد خان جعفری، قدیم و دوز شب رو بوده؟ این رو من حالا گفته باشی. بابا دلیل دیگه هم برای معلولی داری ها؟ بگی سر وقت فرح بشی یه جوری سر حرف رو باز کنی که حرفایی از زیر زبونش بکشی. چه حرفایی؟ نمیدونم. شیطون رو لعنت کن مرد. تو که میدونی رضوان از هر کسی برای من عزیزتره، ولی از دیشب تا حالا یه حس عجیبی دارم که این خوره افتاده به جونم. یه شکی بی پدر مادر که حتی ممکن من از پادر بیاره. نه خیر، این رفیقمون حالش خیلی بده. دارم جدی حرف میزنم. خب
یه دیزی خورده و نخورده رو کوفتمون کردی رفت پی کارش. دیشب خواب آسد هادی رو دیدم. آسد هادی که دیگه؟ آجان بود، یعنی سروان بود. وقتی آجان میاد تو خواب دوست، حال روز دوست همینه که الان تو داری. همچی میگه دوست، انگار خودش هیچ وقت دستش کج نبوده. ما که به دم نفس مسیح های جنابالی به صراط مستقیم هدایت شدیم، البته از این بابت خدا پدر مادرت هم بیامرزه. خدایش آخر عاقبت نداره. خدا پدر مادر و خود آسد هادی رو بیامرزه. هرچند شهید آمرزیده است، ولی به هر حال داستان زیاد داری. بگو جفت گوشان با آتر. بچه محل بودیم، اون به یه راه رفت و منم به یه راه دیگه. مادرم دست به دامنش شد، اونم نفسش گرم بود برای حرف حق زدن. دو سه باری داوطلبی رفته بود جبهه، از منم خواست که باهاش برم، یه فرصتی به خودم بدم که بتونم به دیگرون خدمت کنم. الحق مادم وقتی آدمه که بتونه به دیگرون خدمت کنه. اونجا تعزیه راه انداخت، نزد داشت هر سال تعزیه راه بندازه، یعنی در اصل وصیت پدر خدا بیامرزش بود. آخر ای فرقه بی شرم و حیا، پر جفایی چه انقدر به ما. خب هیچی دیگه، از من خواست چمرخونش بشم که شده. ایا سروران دیار عرب، قریشی نژادان هاشم نسب، به سر هر که دارد هوای نبرد، به میدان در آید تو مردان مرد. این استاد فرافشی رو من اولین بار همونجا دیدم، اونقدر باهاش آشنا شدم که بفهمم آدمی که هیچ چیزی رو فراموش نمی‌کنه. اینک این تعذیه بدبین برای گریستن. ای آسمان خون گریه کن، از دست این ددار پستان گریه کن، خون گریه کن. اینک این شبر و این خنجر آب دیده، اینک این شبر و این خنجر آب دیده، خنجر از قلاب بیرون کشیده، بر سر آن سرور خواهری. حالا تو ده تا تعزیه‌مون استاد فرابشی اومده بود تماشا، پس چرا تا حالا از دیدنش انقدر به هم نریخته؟ دفعه‌ای پیش رضوان ندیده بود. رضوانو؟ خب این چه دخلی داره به قنبرک زدن تو؟ چی بگم؟ خدایا هر